با درود بر بینندگان تلویزیون پیام جوان، برنامه ویژه‌ای از اتاق خبر تلویزیون پیام جوان داریم در رابطه با فرمان جدید آقای دونالد ترامپ در مورد ورود مسافران به امریکا. روز جمعه آقای دونالد ترامپ بعد از ظهر فرمانی را امضا کردند مبنی بر اینکه 7 کشور از جمله ایران برای ورود به امریکا به مدت 90 روز تمام ویزاها رو باطل کردند یا موقتا نگه داشتند. بر پی اجرای این فرمان در فرودگاه های کشور دچار مشکلاتی شدیم، از جمله مسافران ایرانی که داشتن به امریکا وارد می شدن با اینکه ویزای معتبر داشتن ولی در فرودگاه ها نگه داشته شدن، ولی با حرمت آزادی که مردم امریکا برای آن قائل هستن همگی در فرودگاه تعداد زیادی در فرودگاه های نیویورک، لس آنجلس، سان فرانسیسکو و منابع ورودی که به امریکا حاضر شدن و بنا به اعتراض به این فرمان آقای دونالد ترامپ شروع به تظاهرات کردند. در پی این تظاهرات یک قاضی فدرال آمریکا این فرمان رو لغو کرد موقتا و تونستن عزیزانی که با ویزا داشتن وارد امریکا بشن، ولی این فرمان هنوز به مدت 90 روز به قوت خودش باقی است تا قوانین اون حاضر بشه. در این رابطه مشکلات زیادی در قسمت‌های مختلف و ایالات‌های مختلف امریکا پیش اومد. خیلی از ایالات‌ها نمایندگانش اعتراض کردند و حتی گفتند که ما حاضر به اجرای این فرمان نیستیم. حتی خانم سال پیتس سرپرست موقت دادگستری امریکا از به این فرمان اعتراض کرد و گفت اون اجرا نمی‌کنه، که بعد از ادعای مطلب توسط آقای ترامپ برکنار شد و وزیر دادگستری جدیدی به کنگره معرفی شد. حتی امروز دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان لغو این فرمان آقای ترامپ شد. آقای بهشتی بنیانگذار و مدیریت سیروس ترابل هستند که شعب مختلفی در امریکا دارند و هر روزه با تعداد زیادی از مسافران در این رابطه در ارتباط هستند. آقای بهشتی خوش آمدین به برنامه ما. با تشکر از شما جناب سطیفی در خدمتتون هستم. دیگه سوالی خب خواهش میکنم آقای بهشتی، با توجه به مشکلاتی که برای مسافران عزیز ما و ایرانی ها در فرودگاه های خارج از امریکا و امریکا پیش اومده، مزاحم شما شدیم که تشریف بیارین به اینجا و یک سری سوالات و شایعاتی که متاسفانه در فضای مجازی و تلویزیون های دیگه به این مشکلات دامن میزنه رو با شما مطرح کنیم، چون بهترین کسی که با مسافران در ارتباط هستن و مشکلات آنها رو احساس میکنن شما هستین. ممکنه بفرمایید که این مشکلات از کی شروع شد و الان در چه وضعی هستش؟ مسافرانی که از خارج از امریکا دارن وارد میشن، چون به هر حال میدونم که شما بعد از 57 سال خدمت به جامعه ایرانی و مانند دیگه عضوی از خانواده های ایرانی شدین شما و همه عزیزان وقتی مشکلاتی که دارن اولین جایی که زنگ میزنن به شما زنگ میزنن. درست میفهمید عزیزی؟ ارزم به حضورتون که البته همینطور که مسروخ هستین این فرمان در روز جمعه بود که ابلاغ شد و روز شنبه یک شنبه ما تعطیل بودیم و من خب بناسبت وظیفه که داشتم مرتب اخبار رو تعقیب میکردم تا روز دوشنبه که مصادف با عکس العمل مردم شدم. تا اون موقع نمیتونستم با ما تماس بگیرن و متوجه شدم که همینطور که شما میفرمایید اشخاصی که زی صلاح در ادار عقیده در جبه این برنامه نبودن افکار همه رو مخشوش کرده بودن و طوری که حتی اونایی هم که سیتیزن بودن اونا دیگه میترسیدن برن، در حالی که اصلا هیچ خبری نبود راجع به گرین کارتی ها هم یک سو تفاهمی شده بود. این فرمان چنان فوری ابلاغ شد به تمام مرزهای آمریکا که مأمورین وزان خودشون، مأمورین اداره مهاجرت و گمرکینات زیاد به جزئیاتش وارد نبودن، در نتیجه حتی مزاحمتی برای گرین کارتی ها ایجاد کردن که اونا هم یک ساعتی تا ساعتی سینجیم کرده بودنشون و اذیتشون کرده بودن، ولی بالاخره با تماس هایی که گرفته شد متوجه شدن که این گرین کارتی ها میتونن وارد شن. تنها موردی که تا به امروز در این لحظه دچار اشکال هستش که فعلا خواهد بود تا 3 ماه فقط کسانی هستند که دارای ویزا هستند، چه ویزای مولتیپل داشتن مثل ویزاهای دانشجویی. متاسفانه دانشجویانی که بر علتی رفتن ایران الان دیگه نمیتونن برگردن و این بسیار باعث تاسفه، برای اینکه اصلا زندگی اینها
و آینده ایران با این چیز به هم داره بیخوره و همچنین ویزای نامزدی که دید برنامه ازدواج و اینا داشتن یه ویزای نامزدی گرفتن، بنابراین اونها هم فعلا نمیتونن بیان برای شرکت کرد بر زندگی مشترک با داماد و یا عروس. در هر حال عمق مسئله بسیار پیچیده است. در حقیقت واقعا این یک تصمیمی عجولانه گرفته شد بدون در نظر گرفتن نتیجه آن، و ما الان مشکلاتی که زیاد متوجه نیستن، یکی اصلا کارکنان شرکت‌های هواپیمایی و خلبان‌های ایرانی هستن. اینا هیچ وقت نه گرین کارت داشتن نه سیتیزن بودن، ولی چون به عنوان کروه پرواز میتونستن بیان شب رو وقتی هواپیما نشست برن هتل و بعد فردا صبح هم برگردن دوباره وظیفه‌شون رو انجام بدن برگردن به مثلا آلمان، ولی خلبان ایرانیه. بله. و اینا خب اینا که نمیتونن بیان تمام شب رو در سالن ترانزیت بمونن که اصلا اجازه نمیده قوانین بین‌المللی، اینا باید حتما 12 ساعت استراحت کامل داشته باشن. بله. و همچنین خلبان ها و مهماندار ها الان برای تکلیف هستن و همین جهت مجبورن شرکت های هواپیمایی یه فکر اساسی برای پست اینا انجام بدن و تعویض کنن. مسئله مهمی که من اتفاقا خیلی دوست دارم با بینندگان تلویزیون اشاره بهش بکنم این که من خواهش دارم شما شایعاتی که از ایران میشنوید و یا از حتی از مدیای ایرانی در لس آنجلس و یا هر جای دیگه که ناآگاهانه یه اطلاعی به شما میرسونن، این رو تا شما مطمئن نشدید این رو ملاک بر حقیقت ندانید و به اشخاص زیسلا، به وکیل ایمیگریشن، به دفتر ایمیگریشن آمریکا در واشنگتن و یا به اشخاصی که فکر میکنید ممکن اطلاعات صحیح داشته مراجعه کنید. چون من تلفنایی که به ما میشه من میبینم که اینا همشون اطلاعات اشتباه بهشون داده شده، اینکه ما پاسپورت آمریکاییمون رو پاره میکنن، نمیدونم گرین کارتی ها رو دیگه نمیذارن که بیان تو، نه مثل این میمونه که به شما بگم ما شناسنامه شما رو پاره میکنیم. خب شما شناسنامه شما پاره هم بشه که به اصل ملیت شما صدمه نخورده، یه دفترچه بوده پاره شده شما المسناش رو میگیرید. اصلا اینا اینقدر مسئله که اونها همین کار نمی کنن چون میدونن بی نتیجه است. اینه که شما خواهش میکنم که تا مطمئن نشدید که اصل قضیه چیه تصمیم نهایی نگیرید، چون مسافرینی بودن که به استناد به همین خبرهای نادرست میخواستن برنامه سفرش رو به هم بزنن، در حالی که اصلا هیچ نوع اشکالی نداشتن، که البته با توضیحاتی که داده شد قانع شدن از این که حرف منطقی و درست زده میشه. آقای بهشتی، من فکر میکنم بهترین منبع خبری درست خود وبسایت هوملند سکیوریتی باشه. درسته. که آخرین اخبار و تحصیلات اون تو قرار میدن. بلد. و کسایی که عزیزانی که به هر صورت قصد مسافرت دارن و احتمالاً ترسی از این مسائل دارن میتونن به وبسایت هوملند سکیوریتی مراجعه بکنن و توضیحات کافی و کامل اونجا هستش. طبق آخرین خبری که هستش کلیه افرادی که تبعه دوگانه اروپا رو دارن، کانادا و اینا هستن، اینا هیچ مشکلی ندارن، میتونن حتی اگر که متولد ایران باشن به سفارتخونه های امریکا مراجعه کنن و ویزا بگیرن. کلیه گرین کارت، کسی که گرین کارت امریکا رو دارن و خارج از امریکا هستن میتونن وارد امریکا باشن. فقط توجه داشته باشین که یه فرمی اگر احیانا در فرودگاه جلوی شما گذاشتن به نام I-407 که این فرم رو امضا نکنید، چون این فرم به دولت امریکا اجازه میده گرین کارت شما رو باطل کنن. و البته مشکلی که ایجاد شده آقای بهشتی، خیلی از کشورهایی که مسافرهایی که از ایران می آمدن چون کشور واسطهشون یه کشور عربی بوده و اینا بیش از حد سختگیری کردن با توجه به اینکه مشکلاتی که داشتن یا متوجه این مقررات نبودن، به قول معروف گفتن کلاهبیاری سر آوردن. اینی که یه مقدار مشکلات اینجوری مضاعف شده. ولی یه مشکلی که الان پیش اومده آقای بهشتی، از شما سوال می‌خواستم بکنم راجع به بلیت این افراده، اینا که مثلا اومدن بر امارات، دبی یا جای اروپا یا جای دیگه و اینا، خب به هر علتی اینا رو سوار نکردن،
و به علت یا حتی طرف گرین کارت داشته یا ویزای معتبر داشته سوار نشده و الان اونجا موندن و شاید دوباره میخوان برگردن بیان به امریکا با توجه به که این رفع سوء تفاهمات تا حدی شده، آیا اینا باید دوباره بلیت بگیرن یا از همون بلیت میتونن استفاده کنن؟ تا اونجایی که شرکت های هواپیمایی که به ایران سفر میکنن بخشنامه کردن به ما، اجازه دادن از اینکه کسانی که در اثر این اتفاقاتی که افتاده برنامه سفرشون مختل شده و یا خودشون تصمیم گرفتن که فعلا متوقف کنن سفرشون رو، به ما اجازه دادن بدون جریمه بلیت هاشون رو بهشون، حتی اگر بلیت نان ریفاندبل بوده بهشون پولشون رو پس بدیم. ولی اینا زمان محدود گذاشتن، خواهش میکنم توجه کنیم، برای کسانی که تا 15 فوریه قرار بوده برند، ولی بعد از اگر کسی قرار بوده می بره نمیتونه الان بلیتش رو پس بده بدون جریمه. فقط کسانی که تا 15 فوریه بنا بوده برند و الان بر علتی تصمیمشون رو عوض کردن، اینا میتونن پولشون رو کامل اگر از ما خریدن با کمال میل تمام پول پرداخت و برمیگرده بهشون و یا آنلاین هم خریدن. این سیاست شرکت های هواپیمای همیشه همین بوده که در چنین مواقعی خب یه استثناهای قائل میشن. ولی این که شما فرمودین عرب ها شرکت های هواپیمای عربی سخت گرفتن، یه مسئله رو توجه کنید که شرکت مثلا هواپیمای اتحاد، اینا اصلا کارهای گمرکی و ایمیگریشن مسافرین آمریکا رو در ابودابی انجام میدن. یعنی در حقیقت در ابودابی مثل که وارد خاک آمریکا شدن و در همونجا مامورین نذاشتن و برگردوندن، که خب یه سفر کوتاهی آمده بودن و برگشتن. و ولی از نظر قوانین بین‌المللی شرکت‌های هواپیمایی الان موظف هستن که این مسئله رو با دقت بیشتری دنبال بکنن، چون اگر با گذشتن این فرمان کسی رو که زی ویزا داره، فقط تکرار میکنم ویزای ورود به هر عنوان دانشجویی نامزدی توریستی، اگر بخوان بیان نباید سوار کنن، اگر سوار کردن اون مسافر میتونه اون شرکت هواپیمایی رو سو کنه، چون میدونسته که نباید سوار کنه و سوار کرده و هر نوع ضرر زیانی به این مسافر وارد بشه میتونه اون مسافر بگیر ازشون. به همین جهت سختگیری دارن زیاد میکنن که سو نشن و جریمه نشن سر این مسئله. ولی چیزی که راجع به گرین کارت تا اونجایی که من تحقیق کردم، این عقیده شخصی خود منه و از بعضی ها هم شنیدم، از مقامات شنیدم که این برنامه گرین کارت رو یک سختگیری شدیدی بهش خواهند کرد. شما وقتی که گرین کارت رو درخواست کردیم و به شما داده شده، معنیش اینه که شما باید مقیم آمریکا باشید و درخواست کردید که مقیم آمریکا باشین و یک مثل یک آمریکایی زندگی کنید. حق رأی ندارین ولی باید تکس رو هر سال فایل بکنید و تابع تمام قوانین آمریکا باشید اینا. ولی متاسفانه در عمل بعضی از هموطنان عزیز این گرین کارت رو فقط به عنوان اینکه ویزا دیگه لزومی نداره برن در دبی یا استانبول ویزا بگیرن به این علت گرفتن و هر 6 ماه یک بار آمدن 10 روز ماندند و با دوباره برگشتن 6 ماه بعد برمدن برای اینکه گرین کارتشون باطل نشه. این مسئله در آینده فکر نمی کنم دیگه تکرار بشه، چون سوال جوابی که در فرودگاه میشه، البته قبلا هم میشد ولی سختگیر نبودن، منتها اختار میدادن که شما دیگه اینقدر در خارج از امریکا نمانید. ولی الان دیگه فکر میکنم دیگه شوخی نکنن، اگر بفهمن این مسافر هر 6 ماه یک بار فقط میاد برای اینکه گرین کارتش باطل نشه، حتما گرین کارتش رو باطل خواهند کرد و دیپورتشون خواهند کرد و دیگه هم نمیتونن بیان. یکی از نکات خیلی جالبی که در این برنامه ما در فرودگاه دنیا مشاهده کردیم در آمریکا، حضور امریکایی‌ها برای حرمت آزادی بودش که در این کشور هستن. خیلی از امریکایی‌ها معتقدند که این فرمان برخلاف روح قوانین اساسی آمریکا است، برخلاف اون اساس. و حضور اینا در فرودگاه‌ها با داشتن تابلوهای جالب، از جمله تابلوی من دیدم در فرودگاه نیویورک، یک پیرمرد امریکایی گرفته بود که
من جانم را مدیون یک پزشک ایرانی هستم. یا تابلوی دیدم که یه خانمی گرفته بود که من یهودی هستم ولی از امروز با توجه به این قوانین مسلمان میشم. و اینجور قوای واقعا اینا حرمت آزادی بودش که برای مردم دنیا قائل هستن و این بدون اون حالت نجات پرستی هستش. آقای بهشتی، یکی از قوانین دنیایی یاتا هست که بر شرکت هواپیمایی نظارت میکنه. قوانین یاتا در اینجور موارد چی میگه؟ ببینید، این مسئله یاتا به اون صورتی که در همونطور که اشاره کردیم من 57 سال تقریبا در این کار هستم، یک موقع ابهتی داشت و قوانینش باید اجرا بشه میشد و همه تابع اون قوانین یاتا بودن، ولی امروزه به اون شدت یاتا رولی رو زیاد بازی نمیکنه متاسفانه. و برای اینکه اولین کشوری هم که تقریبا قوانین یاتا رو زیر پا گذاشت آمریکا بود، چون گفت اینجا مملکتی هست، تجارت آزاده، هیچ کس نمیتونه نظارت کنه. مثلا به شرکت هواپیمایی یونایتد بگه چرا قیمت رو بردی بالا، چرا بردی پایین. این سرمایه خودش گذاشته و اینجا مملکت آزادی هست، هر جور دلش خواست و شما نمیتونید دخالت کنید. و یواش یواش این رفت به اروپا و اینا، به همین جهت اون ابهت یاتا از بین رفته دیگه. یاتا رول رو زیاد بازی نمیتونه بکنه. آقای بهشتی، با توجه به نزدیک بودن تعطیلات نوروز در ایران و به هر حال میدونیم که ما همه ساله ایرانیای زیادی برای دید بازدید نوروزی به ایران میرفتن، برای دیدن فامیلشون، برای دیدن اقوامشون، به هر حال هر کسی که اینجا هستش به هر حال یک ریشه ای در ایران داره. شما فکر میکنید با توجه به این قوانین و فرامینی که هستش امسال این برنامه مسافرت به چه صورت خواهد شد؟ یعنی آیا همون استقبال سالهای قبله هست یا یه عده‌ای به خاطر داشتن گرین کارت از این سفر صرف نظر میکنن؟ ما تقریبا از دسامبر شروع کرده بودیم برای رزرو و فروش بلیط برای عید نوروز، ولی همیشه پیک این برنامه دیگه اواخر ژانویه که الان هستیم و فوریه شروع میشد برای مارچ، ولی متاسفانه اون حرکت و هیجان رو نمیبینم فعلا. شایدم منتظرم ببینن اوضاع چجوری میشه، این هیاهو یکمی آرامش پیدا کنه و اینا. بی تأثیر نیست رفتن مسافرین. عرض کردم همین بعضی هم خریده بودن میخوام پس بدن. حتی اونایی هم که برای مارچ خریده بودن وقتی گفتیم شما شامل جریمه میشین، حاضر بود شدن جریمه رو هم بدن ولی بنی نرن. خب اثر منفی گذاشته شدیدن روی مسافرها. و یه حالتی مثل مسئله 9/11 که همه از سفر کردن و سوار هواپیما شدن دیگه میترسیدن، یه همچه اتمسفری الان پیدا شده. خب ولی من این اطمینان میتونم به دوستان بدم، کسانی که واقعا گرین کارت دارن و یا سیتیزن هستن نباید کوچکترین فکری برای تردید از سفرشون بکنن، چون اصلا شامل اونا از اول نبوده الان هم نیست. البته این فرامین جدید فقط شامل حال ایرانی ها نیستش، 7 کشور هستش از جمله ایران. و حتی دیروز رو اخبار میدیدم که کسایی که حتی جواز اقامت برای کار هم داشتن اونا هم احتمالاً مجوزشون تمدید نمیشه، که بیشتر هندی ها هستن که الان تو این منطقه هستن. ولی نظر شخصی شما با تجربه ای که تو امر سفر دارین، با توجه به بالا پایین هایی که در این زمان 57 سال خدمتتون در جامعه ایرانی بوده، فکر میکنید که بعد از 90 روز و تدوین قوانین جدید آیا این مسافرت ها سخت‌تر میشه یا تسهیلات بهتری پیدا میکنه؟ نه، من فکر میکنم تسهیلات بهتری پیدا بشه، چون این عجولانه ابلاغ شده و متمم و تبصره و اینا زیاد داره. چون همینطور که خدمت رو عرض کردم، دانشجوی دانشگاه استنفورد الان بلا تکلیف مدارس شروع شده و ایشون نمیتونه بیاد برای اینکه ویزای دانشجویی داره. و این مسئله در زندگی آیندهش بستگی داره. و یا برای کسانی که میخواستن تشکیل زندگی بدن و ازدواج کنن و خیلی از مریض بودن یا
خیلی از کسایی که الان تو ما چون تو سیلیکون ولی هستیم در این کمپانی‌های بزرگ چند ملیتی کار می‌کردن و الان خیلی از کمپانی‌هایی که اینجا هستن مثل گوگل یا کشور کمپانی‌های مشابه همه اعتراض کردن چون می‌خوان که کارمندانشون رو داشته باشن یا کارمندانشون به کار برگردن. ولی خب در مجموع فکر میکنم بعد از این 90 روز قوانین همه مشخص بشه. بله مشخص خواهد شد که چه واقعا چه کسانی دیگه باید دیگه فکر آمدن به آمریکا را اصلا بیرون کنن. ولی خب شما در مقابلم بشه یه سری زیادی تور داشتین که امریکایی‌ها رو به ایران میبردین. بله. الان دولت عراق اول متوال ممس کرده ورود امریکایی که ایران هم حتی تو شایعات بود البته هنوز که رسما چیزی اعلام نکردن که حتی از امکان این که اعزام تیم کشتی آمریکا به ایران هم جلوگیری بشه. شما فکر میکنید این جور قوانین با تقابل به مثل میکنن آیا جلوی این تورهای سیاحتی هم خواهد گرفت؟ البته بی تأثیر نخواهد بود ولی امروز جناب ظریف گفتن که کسانی که ویزای قبلا به هر عنوان ویزای ورود آمریکایی که ویزای ورود به ایران رو دارن ما محترم میشماریم و اونا میتوانن بیان ولی اونهایی که اوردی ویزا دارن البته خودم الان یک گروه 12 نفره دارم 4 مارچ تمام پول هتلاش در ایران داده شده گایدشون مشخص شده همه کارشون ویزاشون در به اصطلاح در مراحل انجام هست هنوز نگرفتن و خبران بعد قبل از این فرمان این بود که ویزا رو تا 4 فوریه خواهند داد ولی من هنوز خبر ندارم که اینا ویزا خواهند گرفت یا نه چون هنوز نگفتن نه تصمیم مثل عراق که بلافاصله گفته ما متقابل به مصر میکنیم فعلا ایران به این شدت نگفته. چون بلشون قرار بود تیم کشتی امریکا برای شرکت در مسابقات جهانی کشتی بره حتی دو تا از بازیکنان بسکتبال تیم دانشگاه آزاد ایران که امریکایی هستن اینا برای تعطیلات اومده بودن به دبی و اینا حالا اونا هم اونجا گیر کرده بودن چون نمیدونستن که اجازه میدن برگردن یا نه. ولی زمان این فرمان زمان بدی بود درست بعد از تعطیلات نیم ترم دانشگاهی بود که برای نیو ایر تعطیل بودن و خیلی از دانشجوها به خاطر این تعطیلات رفته بودن خارج از کشور و این مشکلات ایجاد کرده استش. ولی در مجموع امیدواریم که با تصویب قوانین جدید و تبصره و مشخصاتی که هستش این مشکلات برطرف بشه و عزیزانی که خارج از امریکا هستن و به هر دلیلی که تمایل دارن که به امریکا برگردن یا به اینجا به درسشون ادامه بدن یا به زندگیشون ادامه بدن بدون هیچ مشکلی برگردن. توصیه شما برای عزیزانی که الان خارج از امریکا هستن و ویزا دارن و یا اینکه گرین کارت دارن یا در مرحله عقص گرین کارت هستن توصیه شما با توجه به تجربه فراوانی که در امر ببینید اونا که ویزا دارن فعلا باید اصلا صراف 100% منصرف بشن از بله هر نوع ویزا باشه بله. کسانی که الان مسئله مسافرینی که ما هم باش مواجه هستیم مسافرینی که اون پکیج گرین کارت رو دارن بله. ولی تو پاسپورتشون ویزا دادند که وارد خاک امریکا بشن بعد اقدام بکنن برای گرفتن گرین کارت چون همه کارش اپروف شده پکیج رو دارن بله. اینا هیچ کس هنوز نتونسته جواب بده ما خودمونم نمیدونیم تکلیف اینا با ویزا باید بیان ولی در حالی که پکیج گرین کارت رو دارن و اینو هنوز خیلی هم داریم سعی میکنیم از هر کسی هم پرسیدیم از مقامات اصرار بی اطلاعی کردن هنوز رو این فکر نکردن که این تکلیف اینا چی میشه اینا در حقیقت صاحب گرین کارتن بله. اپروو هم شده گرین کارت دارن دلست. ولی هنوز گرین کارت دستشون نیست بله. و بعد با ویزا باید وارد شن این نامه رو دارن بله همه اونا رو دارن بله. روی پاسپورت همون پاسپورت ویزایی که بهش داده شده اون شماره اپرووال گرین کارتشون هم هست یا کسایی که طریق حالت ویزا داره یا کسایی که طریق ازدواج دارن میخوان اونا هم تقریبا همین حالت پیدا میکنن نه اونا که از ازدواجن اونا بهش مثلا ویزای نامزدی میگفتن اونها باید بیان یک مراحل رو بگذرونن تا صاحب گرین کارت بشن اگر همسرشون آمریکاییه که میتونه خب بالاخره همسر خودش اول باید گرین کارت براش درخواست کنه بعدم سیتیزن بشه ولی اونها هنوز با ویزا دارن میان مثل یه توریستن فرق نمیکنه اسمش نام حتی کسایی که ویزای سرمایه گذاری داشتن مثلا چون EB-5 بودش بله. که خیلی اینا هم در زمان آقای اوباما تشویق شدیم مثلا که شما تا 500,000 دلار
سال اگر سرمایه گذاری کنید میتونید ویزای بیزینسی بگیرید و اینا، ولی باز اسمش ویزاست، اونها هم بلا تکلیفه. حالا به همین جهته که بعد از 90 روز باید اینها رو بشینم با هم جواب بدم به اینا که جای شک نمونه. یعنی باید این فرمان اول بره قانون به صورت لایحه بره به کنگره، کنگره باید تصویب کنه، یا همین فرمان رو میتونه آقای ترامپ دوباره این به صورت فرمان اضطراری داده شده و ایشون این قدرت رو دارن که بکنه. ولی هنوز قانون نشده، هنوز تابع هیچ نوع قانون چیز نیست که بگن طبق این ماده و این ماده و میدان، فقط یک فرمان خیلی متاسفانه. حالا کسی هم که اصلا این فرمان رو گفته که آقای بنن خودش هنوز موقعیتش تصویب نشده در سنا، ولی این فرمان داده شده. البته خیلی از جمهوری خواها از جمله آقای مککین که یکی از جمهوری معروف هستن با این فرمان مخالفت کردن، و خیلی از جالبی که خیلی از نماینده کنگره در کشورهای در استیتای مختلف هم با این قضیه مخالفت کردن، و هنوز تظاهرات مخالفین در واشنگتن مقابل کاخ سفید ادامه داره. در خیلی از فرودگاه‌ها از جمله فرودگاه نیویورک این تظاهرات هنوز ادامه داره، و امیدواریم که هر چه زودتر این قوانین تصحیح بشه و عزیزانی که عازم امریکا هستن از این مشکلات راحت بشن. و به هر حال ما هم اگر اطلاعات جدیدی گرفتیم بار دیگه مزاحم شما خواهیم شد. اگر شما هم اطلاعاتی گرفتین که در خدمت عزیزان باشیم که شما میرسونم. فقط من خواهشم از دوستان اینه که شما اگر گرین کارت داریم و سیتیزن هستین هیچ نوع دوبار فکر نکنید، هیچ مسئله شما ندارید، میتونید به راحتی مثل سابق تش ببرید ایران و برگردید. روز روزگار بر همه شما عزیزان خوش. متشکرم و خداحافظ. تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.